کرونا چی به ما یاد داد؟ کرونا و این بیماری عجیب چی به ما یاد داد؟ کرونا به ما یاد داد که وقتی بنزین گرون شد ما میتونستیم توی خونه یک ماه بمونیم، ماشینامونو روشن نکنیم تا دولت مجبور شه قیمتا رو برگردونه، اما این کارو نکردیم. بسیاری از هموطنای ما رفتن توی خیابون و کشته شدن. کرونا به ما یاد داد که وقتی ماشین گرون می شد، پراید 6 میلیونی شد 60 میلیون، ما میتونستیم ماشینامونو توی خونه نگه داریم، یک ماه سوار نشیم، ماشین جدید نخریم، معامله ماشین نکنیم تا قیمت ماشین بالا نره. اما ما این کارو نکردیم. کرونا به ما یاد داد که وقتی جشن عروسی میخوایم بگیریم، وقتی میخوایم عروسی کنیم، میشه جشن هم نگرفت، میشه همینطوری هم ازدواج کرد و این همه مته به خشخاش واسه همچین جشنهای بی اثری انجام نداد. کرونا به ما یاد داد اگر میخوایم با همسرمون توافق نداریم و میخوایم طلاق بگیریم، میشه چند ماهی هم صبر کرد و توی خونه با هم موند، شاید وضعیت بهتر بشه. کرونا به ما یاد داد اگر که مستأجرمون توانایی پرداخت اجاره رو نداره، یک ماهی میشه دووم آورد، ازش اجاره نگرفت، شاید واقعا مشکل داره. کرونا به ما یاد داد که اگر از فردی شکایتی داری، میشه یک ماهی صبر کرد و ازش شکایت نکرد، شاید شرایط بهتر بشه. کرونا به ما یاد داد اگر چک برگشتی از کسی توی دست داریم، چک پاس نشده ای داریم و طرف توی حسابش پول نداره، میشه یک ماهی صبور بود و بهش مهلت داد، شاید واقعا تونست پولش رو پرداخت کنه. کرونا به ما یاد داد که یه وقتایی هم میشه بی خودی از این رستورانای لاکچری نرفت و بی خودی پول خرج نکرد و فخر به فقرا نفروخت. کرونا به ما یاد داد که سفرهای بیهوده‌ای هم یه وقتایی میشه نرفت. کرونا به ما یاد داد که وقتی یک نفر میمیره، میشه واسش نماز میت نخوند. الان آخوندا میترسن به جسد نزدیک بشن، به خاطر همین بیخیال نماز میت میشن. کرونا به ما یاد داد که مرده رو میشه نشست و اون مراسم مسخره رو انجام نداد و بنده خدا رو همینطوری دفن کرد، جسدش رو بیخودی روی سکوی قصال خونه اینور اونور نکرد با آب بشوییم. کرونا به ما یاد داد اون مرده بیچاره رو میشه با لباس خودش هم دفن کرد، نیازی نیست حتما خدا تومن پول بدیم بابت چند متر پارچه سفید به اسم کفن دور جسد بپیچیم و مرده رو دفنش کنیم. کرونا به ما یاد داد حتی مرده رو میخوای دفن کنی، نیازی نیست تو گوشش تلقین بخونی که آی حواست باشه پیامبرت اینه، امامت اینه و الی آخر. مرده بیچاره رو همین جوری دفنم کنی مشکلی نداره. کرونا به ما یاد داد اصلا لازم نیست واسه مرده ها قبر بخری و چند میلیون پول بدی بابت یه متر زمین. دولت خودش مجبوره مرده رو یه جایی دفنش کنه. مردمی که توی یک کشور زندگی میکنن، کمترین حقشون اینه که اون یه متر دو متر زمین برای دفن کردن رو دولت مجانی در اختیار هموطناش قرار بده، نه اون یه متر زمین رو بهشون بفروشه. کرونا به ما یاد داد که این پولدارها برای فهمیدن حال و روز فقرا میتونن یه چند وقتی توی خونه بمونن و به حالت فقیرانه زندگی کنن تا حالشون رو درک کنن، نه اینکه برن روزه بگیرن و سحری آنچنانی بخورن و افطارهای آنچنانی.
کرونا به ما یاد داد که میشه نگران حال بزرگترها بود و بیشتر بهشون سر زد، نه اینکه توی خونه سالمندان نگهشون داریم. کرونا به ما یاد داد اصلا چطوری دستمونو بشوییم، چطوری بهداشت رو رعایت کنیم، چون خیلی ها بلد نبودن گویا دستشونو بشورن. من دیدم توی اینترنت فقط مدت ها انواع و اقسام روش های شستن دست داره رد و بدل میشه. کرونا به ما یاد داد که وقتی یه آدم غریبه رو میبینی نیازی نیست باهاش روبوسی کنی. اصلا دوتا مرد فرهنگ درستی نیست که همدیگر رو ببوسن. کرونا به ما یاد داد که اگر یک بیماری واقعا مریضی واگیرداری داره، وظیفه داره که ماسک بزنه و خودش رو از مردم دیگه دور نگه داره. اما ما این کارو نمی کردیم قدیم. کرونا به ما یاد داد و نشون داد که این مردم کفار، این آدم ها اروپایی ها و آمریکایی که کافر هستن، چطوری به فکر مردمشون هستن و واسه شون پول خرج میکنن، اما ما مسلمون ها یک قرون هم بابت امت اسلام خرج نمیکنیم. کرونا به ما یاد داد که بچه ها رو هم میشه مدرسه نفرستاد تا اون درس های دینی مزخرف رو توی مغز بچه هامون نکنن، بلکه دولت مجبور بشه در برابر این اتحاد یه ریویژنی به اون کتاب های دینی مزخرفش بزنه. کرونا باعث شد که بعضی از دکترها اعتراف کنن که شما واسه یه سرماخوردگی ساده لازم نیست بری دکتر پول بدی واسه ویزیت و پول بدی واسه دارو. واسه سرماخوردگی شما همین که استراحت کنی و مایعات بخوری خوب میشی. کرونا به ما نشون داد اون طب سنتی که الان کردنش طب اسلامی چقدر جالبه و چه داروهایی توش پیدا میشه. اگر کسایی باش آشنایی نداشتن الان باش آشنا شدن. کرونا به ما یاد داد که لازم نیست مسجد بری. کرونا به ما یاد داد که اگر نماز جمعه هم نری اتفاقی نمیافته. کرونا به ما نشون داد که اون خدا و اون کعبه هم هیچ کاری برای شما نمی کنه. حج هم بری فقط ممکنه یه سری بیماری های واگیردار با خودت وارد کشور کنی، همین. کرونا به ما یاد داد که این امامزاده ها و این درهای آهنی هیچ کاری برای شما نمی کنن جز انتقال بیماری های واگیردار، لابلای اون ازدحام جمعیت و مالیدن خودتون به یک دریچه آهنی پر از آلودگی. این مرده ها هیچ کاری برای شما نمی کردن جز این که می رفتی اونجا بیمارتر می شدی و بر می گشتی. کرونا به ما یاد داد که اگر شما همزمان دکتر میری، عطاری هم میری، امامزاده هم میری دعا می کنی که بیماریت خوب بشه، وقتی بیماریت خوب شد مطمئن باش که دکتره یه کاری کرده بنده خدا، نه اون عطاریه و نه اون دعاهایی که به امامزاده کرده بودی. کرونا به ما نشون داد که دولت به اندازه کافی پول تو صندوق توسعه ملی یا همون ذخیره ارزی پول داره واسه شما خرج کنه، اما خرج نمی کنه و دستورش هم به دست یک نفره. وقتی دیگه از همه چیز رونده شدن، تازه اجازه دادن که 1 میلیارد دلار پول از اون برداشته بشه، در صورتی که از کشورهای دیگه تقاضای 5 میلیارد دلار کرده بودن. و در جریان باشید که حالا که این کارو کردن، این پول رو قراره کجا خرج کنن. این رو حتما بدونید، اون 1 میلیارد دلاری که از ذخیره ارزی برداشته میشه، بپرسید حتما که کجا خرج خواهد شد و گیر کی میاد. این لایو رو گذاشتم واسه یه مطلب. امروز یک پیامی به دستم رسید به این مضمون که کرونا در قرآن پیشبینی شده. تصور کنید، عده ای ادعا میکنن که کرونا در قرآن پیشبینی شده، در سوره مدثر
و پیام برای من فرستادن که بله، گفته یک بیماری واگیردار هست و بگیر و نگیر داره و خودتون رو باید بپوشونید و به عدد 19 اشاره کرده که به کووید 19 است و از این حرفا. به خاطر همین واقعا لازم دیدم که یک لایو بگذارم و این مطلب رو توضیح بدم. این سوره خیلی جالبه که اتفاقا اشاره به خود پیامبر داره. مدثر یعنی کسی که خودش رو توی پتو میپیچه. در روایات اومده که پیامبر اوایلی که به مثلا ادعا میکرده به پیامبری مبعوث شده، وقتی که آیه‌ای بهش نازل میشده حالت قش و ضعف بهش دست میداده و لرز میکرده و از این حرفا و خودش رو لای پتو میپیچیده، که البته حالا بگذاریم که این از علائم سر و بیماری چیز دیگری است، اما این علائم رو مردم عادی ازش میدیدن و در بهبوهی بوده که به قول معروف پیامبر طالب بوده که الان دیگه بعثتش رو علنی کنه، یعنی به همه بگه که آی من پیامبرم و از این حرفا. و در واقع این سوره مدثر داره این رو میگه، میگه ای پیامبر دیگه پتو دور خودت نپیچ، بلند شو مردم رو از آخرت بترسون، لباستو بتکون و اون گرد و خاکش رو ازش جدا کن. حساب کنی چون که لای پتو میپیچید و خودش قلط میداده روی زمین، این دقیقا داره اینو میگه، میگه لباستو بتکون و اون گرد و خاک ازش جدا کن، وقتی قیامت بشه بلای بدی بر سر کافرا میاد. بعد در ادامه این سوره اشاره به ولید ابن مغیره میکنه. ولید ابن مغیره جز افرادی بوده که به پیامبر باور نداشته و میگفته که پیامبر داره همش حرفای اراجیف میزنه و این سخنان همش سخنان یک بشره. در نتیجه در ادامه این سوره اینطوری میاد که میگه اون آدم رو هم بسپارش به من، یعنی خطاب به پیامبر الله داره میگه که اون آدم رو یعنی ولید ابن مغیره رو بسپارش به من، خودم بهش پول و پسر دادم و 1000 تا امکانات بازم اضافه تر میخواد، ولی به زودی دهنش رو سرویس میکنم و میفرستمش از یک گردنهی بالا بره، که داره از یک مکانی از جهنم صحبت میکنه به اسم سقر اگه اشتباه نکنم. ادامه صحبت اینو میگه که ولید ابن مغیره بی خود قضاوت کرده و اینطوری اخم و تخم کرده به تو پیامبر و پشتشو به تو کرده و رفته و گفته که اینا هرچی حرف میزنی همش حرفای یک بشر هست و از طرف خدا نیست، میفرستمش به سقر تا پدرش در بیاد. حالا سقر کجاست؟ یک جایی توی جهنمه که اونجا پوست تنش سیاه میشه و 19 تا نگهبان هم داره. یک کلمه 19 هم واسه تعداد نگهبانای اون قسمتی از جهنم که به ایشون گفته نسبت داده. حالا تصور کنید این سوره که این معنا رو داره و روایات و اشاراتش هم در تمام تفسیرهای خود مفسرین قرآن این شکلی اومده، الان حضرات یه عدد 19 پیدا کردن، میگن ببینید این گفته خودتون رو بپوشونید، عدد 19 هم اومده و یه بیگیر نگیرم یه جای دیگه گفته، در نتیجه این منظورش همین کووید 19 بوده. یکی نیست بگه پوفیوز، اولا که عدد 19 رو از روی سال میلادی آوردن، سال 2019. اگر ایشون میخواست بگه چرا از عدد 99 استفاده نکرد که سال شمسی خود هجرت پیامبر باشه، چرا از نمیدونم الان سال چند قمری هستیم 1400 مثلا 17، چرا عدد 17 نیاورده که مثلا اشاره به اون داشته باشه؟ اصلا کجای این در مورد بیماری صحبت کرده؟ این مطلب کاملا خطاب به خود پیامبره، یعنی اگر که داری تعبیرش میکنی به ویروس، یعنی خود کووید 19 جناب آقای پیامبره. پس به این حضرات بفرمایید تا قبل از اینکه این اراجیف رو توی واتساپ منتشر نکردن و مغز دوستان ما رو بیشتر از این وارد خرافات نکردن،
لطفاً معنی و تفسیر این سوره رو واسه شون بفرستید. به حرف منم اکتفا نکنید، خودتون معنی این سوره رو توی خود قرآن رویت بفرمایید، بعد بفرمایید در مورد روایت و اشاراتش هم توی هر کتاب تفسیر قرآنی دوست داشتید باز رویت کنید، یا توی ویکی‌پدیا نگاه کنید، یا توی همین اینترنت سرچ کنید تا ببینید به گفته خود آخوندا این سوره خطاب به چه کسی اومده. خطاب به پیامبر اومده و ولید ابن مغیره. حالا پیامبر رو میخوای به کووید 19 تشبیه کنی یا ولید ابن مغیره رو؟ من نمیدونم. روشن جوید و روشن بمانید و دیگران را هم روشن کنید. بله بله بله، همین سوره مدثره. آره همین. حالا بفرمایید ببینیدش، خودتونم رویت کنید ببینید آیا واقعا من حرف بی خودی میزنم یا اینکه صحیحه.